با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. باگ امنیتی جدید توییتر شماره تلفن 17 میلیون کاربر را فاش کرد. ظاهراً باگ‌های امنیتی توییتر تمامی ندارد، چرا که روز گذشته یک محقق امنیتی به نام کامران منفرد مدعی شد که نسخه اندروید اپلیکیشن توییتر یک ضعف بزرگ دارد و به اون این اجازه را داده که 17 میلیون شماره تلفن را با پروفایل کاربران توییتر تطبیق دهد. ظاهراً با لیچ توانسته با استفاده از یک سری شماره تلفن ناشناس و آپلود آنها در توییتر به راحتی متوجه شود که هر یک از شماره‌ها کدام کاربر توییتر تعلق دارد. این کاربران اکثرا از کشورهای فرانسه، آلمان و ترکیه بوده و برخی نیز مقامات سیاسی و دولتی هستند. وام سفر و وام گردشگری، بازار جدیدی برای استارتاپ ها. ایده این استارتاپ باعث رشد تعداد سفر شده، اما نگرانی هایی هم وجود دارد. بازار گردشگری آنلاین حالا با استارتاپ های مختلفی رنگ‌آمیزی شده و یکی از روبه رشدترین آنها استارتاپ آپلیفت است که وام های کوتاه مدت برای تعطیلات و سفر یا به اصطلاح وام گردشگری ارائه می کند. با استفاده از خدمات این استارتاپ، افراد به سرعت و راحتی قادر به دریافت وام کوتاه مدت برای انجام سفر خواهند بود. از این رو آپلیف با برخی از بزرگترین خطوط هوایی و آژانس‌های رزرو هتل همکاری می‌کند که از جمله خطوط هوایی امریکن، اسپرینت و همچنین اپلیکیشن مشهور کایاک که خدمات مختلفی از خرید بلیط گرفته تا رزرو هتل و کرایه خودرو ارائه می‌دهد، می‌توان اشاره کرد. مدل 5G تبلت گلکسی تب S6 سامسونگ در راه است. به نظر می‌رسد که سامسونگ در حال طراحی و عرضه مدل 5G تبلت گلکسی تب S6 خود است تا آن را به عنوان اولین تبلت مجهز به این فناوری جدید روانه بازار کند. طبق آنچه در وبسایت سامسونگ آمده، نسخه 5G گلکسی تب S6 به زودی معرفی خواهد شد، اما هنوز زمان دقیقی برای این اتفاق و همچنین اطلاعاتی در خصوص قیمت این محصول منتشر نشده است. از طرف دیگر مشخص نیست که آیا علاوه بر اضافه شدن قابلیت 5G، تغییر دیگری را نیز در مشخصات فنی این تبلت شاهد خواهیم بود یا خیر. یوتیوب قابلیت جستجوی صوتی را به امکانات خود اضافه کرد. با توجه به فراگیر شدن قابلیت سرچ صوتی، شرکت یوتیوب اخیراً امکان جستجو از طریق فرامین صوتی را در پلتفرم خود برای کاربران فراهم کرد. البته فعلا این قابلیت برای کاربران اندروید و iOS فراهم شده، اما گفته می‌شود که به‌زودی به نسخه وب این پلتفرم اشتراک ویدیو نیز اضافه خواهد شد. مشابه این ویژگی بیشتر توسط برخی شرکت‌ها و در برخی محصولات همانند آمازون فایر تی وی، اسکای ریسیور و غیره به کار رفته است. استفاده از این قابلیت نیز به گونه‌ای است که پس از انتخاب دکمه کست در قسمت بالایی و از سمت راست صفحه اپلیکیشن تهیه شده دو گزینه ریموت کنترل و وایس ایمپاد در زیر نوار کنترل ولوم ظاهر می‌شوند که در اینجا می‌توان با انتخاب گزینه دوم ویدیوهای مد نظر را به صورت صوتی جستجو کرد. اپل از احتمال افزایش 10% فروش آیفون در سال آینده خبر می‌دهد. با توجه به اینکه احتمالاً 1/3 کاربران آیفون به فکر ارتقای گوشی‌های خود به نسخه 5G خواهند بود، اپل پیش‌بینی می‌کند که فروش آیفون با رشد بیش از 10% روبرو شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که احتمال فروش آیفون در سال آینده رشد دو رقمی را به ثبت برساند. یکی از تحلیلگران اپل معتقد است به نظر می‌رسد تقاضای آیفون در سال آینده میلادی افزایش یابد و بیشتر از حد انتظار سال مالی 2020 با 185 یا 190 میلیون دستگاه گوشی آیفون باشد. البته بیشتر گفته شده بود که گوشی‌های 5G آیفون سال 2020 بدون افزایش قیمت عرضه می‌شوند. انتظار می‌رود در سال 2020 شاهد معرفی 5 گوشی آیفون در رویداد اصلی معرفی دستگاه‌های 5G اپل در ماه سپتامبر باشیم. اوایل آذر ماه نیز گفته شده بود که احتمال عرضه 4 مدل گوشی آیفون 5G در سال 2020 و سالانه 2 بار معرفی آیفون از سال 2021 وجود دارد.